بسم الله الرحمن الرحیم با یکی از مباحث آموزشی در زمینه تشخیص های بالینی در بخش اورژانس در خدمتون هستیم این جلسه در مورد آموزش رویکرد تشخیصی به سنگکوپ هست امیدوارم که مطالب که خدمتون ارائه میشه بتونه راهگوش های شما در انجام پرکتیس شما در بخش های اورژانس باشیم فراگیر ما در پایان برنامه آموزشی باید بتونه سنگکوپ رو تعریف کنه انواع مکانیسم که باعث سنکوب میشن رو بتونه نام ببره مواردی که میتونن با سنکوب اشتباه بشن رو بتونه بشناسه علل خطرناک بالینی که میتونه پرزنتشنشون با سنگکوب باشه در بخش اورژانس رو بشناسه توالی بررسی های تشخیصی سنکوب در بخش اورژانس رو درک کنه شایدترین سیستم های نمردهی فاکتور های خطر یا کلینکال دیسیژن رول هایی که توی سینکوب هست رو بشناسه و بالاخره مواردی از سینکوب که باید در بیمارستان بستری بشن رو تشخیص بده. فراگیران این برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی در مقطع کارآموزی و کارورزی پزشکان عمومی و دستیاران رشتههای تخصصی داخلی قلب مغز و اصاب و طب اورژانس هستند قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم من تمایل دارم که چند تا سناریوی بالینی که به صورت شایع در بخش های اورژانس در مورد سنکوب میبینیم رو با شما مرور کنم یک دختر 16 ساله در مطب دندان دچار یک کاهش سطح هوشیاری گذرا شده و دندان پزشک به پدر مادرش میگه که اینو ببرین بخش اورژانس چون نیاز به یک سیتی داره یک آقای چهل ساله که EMS یا اورژانس پیش بیمارستانی اون رو و اطرافیان در زمانی که بیمار دچار یک کاهش سطح هوشیاری شدن ذکر میکنن که بیمار توی صندلی نشسته بود که یه حرکات شبیه تشنج رو از خودش بروز میده و بالاخره سناریوی سوم یه خانم 80 ساله هستش که به دنبال سقوط در سطح همتراس یا به اصطلاح فال دچار یک کاهش سطح هوشیاری گذرا شده و به اورژانس ارجاع شده این سناریوی بالینی که خدمتون گفتم در انتهای بس من بعد اینکه مطالب رو خدمتون عرض کردم خدمتون خواهم گفت که نتیجهشون چی بوده و چه پیامدی رو داشتن در مورد هدف آموزشی اولمون که گفتیم با هستید سینکوب رو بتونیم تعریف کنیم سینکوپ یک کاهش سطح هوشیاری ناگهانی و گذراس اصطلاح میگن transient loss of کانشسنس که به صورت خود به خود به صورت کامل هوشیاری بعد از این مدتی برمیگرده علتش اختلال جریان خون یا پرفیوژن خون به نیمکرای مغز یا برین استم در ناحیه رتیکولار activating سیستم هستش که به خاطر یه اختلال کاهش ناگهانی پرفیوژن که موقت هستش به این مناطق آناتومیک مغز اتفاق میفته همونطور که گفتیم سنکوب ناگهانی هستش و به همین دلیل علل کاهش سطح اوشاری که به صورت تدریجی ایجاد میشن رو در طبقه سنکوب قرار نمیده اختلال پرفیوژن یا جریان خون که منجر به سینکوب میشه بایستی حداقل 35 درصد از سربرال بلاد فلو یا جریان خون مغز کاهش پیدا کنه تا سینکوب منجر به یک کاهش سطح بشه در واقع هر مکانیزمی که بتونه روی پرفیوژن مغز اثر بذاره و اونو کاهش بده اون هم به صورت ناگهانی و گذرا میتونه به صورت پاتنشالی یک علتی باشه برای ایجاد سنکوب برای مثال وقتی کاردیاک آتبوت مریض پایین بیفته یا مقاومت محیطی عروق کاهش پیدا کنه یا حجم خون در گردش کاهش پیدا کنه به هر علت این میتونه یک زمین ساز برای سینکوب باشه به حسب تعریف همونطور که گفتیم سینکوب موقت هست بنابراین اختلالات CNS یا سنترال سیستم یا سیستم اصاب مرکزی بایستی در این بیماری که مارک سینکوپ روش گذاشته باشه بایستی موقت باشه و پرسیستند و دائمی نباشه شیوع سنکوب به صورت کلی در جنرال پاپیولشن حدود 20 درصد هستش در بخش اورژانس یک درصد مراجعین با چیف کامپلین یا شکایت اصلی سینکوب مراجعه میکنن 3 درصد از این یک درصد منتهی به بستری میشن در بیمارستان و 80 درصد بستری های سینکوب افرادی هستن که 65 سال به بالا دارن علل خوشخیم سنکوب بیشتر در افرادی که سن پایین دارن نوجوان هستند یا جوان هستند دیده میشه و گاهی اوقات سنکوب میتونه به صورت راجعه و مکرر دیده بشه و این ارتباطی با سن یا جنس بیمار نداره اما هدف آموزشی که تعریف کردیم این هستش که بتونیم مکانیسم که باعث سینکوپ میشه رو بشناسیم همونطوری که در قسمت اول با هم صحبت کردیم هر علتی که بتونه باعث کاهش پرفیوژن یا گردش خون مغز بشه اون هم به صورت ناگهانی و موقت میتونه منجر به سنکوب بشه این کاهش پرفیوژن مغز میتونه به خاطر کاهش مقاومت عروق محیطی باشه میتونه به خاطر کاهش برونده قلبی باشه یا هر دو و به همین علت مکانیزم هایی که منجر به سنکوب میشن رو میتونی به سه دسته تقسیم کنیم. مکانیزمهای های اول که اصطلاحا ریفلکس یا نورالی مدییتد هستن مکانیزم دوم که اورتوستاتیک هایپوتنشن رو منجر میشن و بالاخره مکانیزم سوم کاردیاک سنکوب یا علل قلبی که منجر به سنکوب میشن در این تصویری که اینجا ملاحظه میکنید این کاهش فشار خون و کاهش پرفیوژن مغز رو با این سه تا مکانیزم شما ملاحظه میکنید همطور که ملاحظه میکنید اینجا یا کاردیاک آتوبت مریض کاهش پیدا میکنه یا عروق محیطی مقاومتش کاهش پیدا میکنه که این منجر به کاهش فشار خون و بالمعال کاهش پرفیوژن مغز میشه توی کتگوری کاردیاک سینکوب شما ملاحظه میکنید که بیشتر علل دیسریتمی یا اختلال ریتم قلب رو داریم اختلالات ساختار قلب رو داریم در آناتومی قلب و علل دیگر که میتونه بیشتر باعث کاهش کاردیاک آوتبوت یا برونده قلبی بشه در مکانیسم ارتوستاتیک هایپوتنشن شما ملاحظه میفرمایید که یا بازگشت وریدی مریض به اندازی کافی نیست که حالا به علت کاهش حجم خون یا پر شدن ظرفیت وریدی ایجاد میشه یا به علت اختلالات ساختاری در سیستم اتونوم ایجاد میشه که حالا یا به صورت پرایمری هست یا سکندری و نهایتا داروهایی که منجر میشن که سیستم اتونوم کارایی از دست بده و منجر به ارتوستاتیک هایپوتنشن بشه و در مورد مکانیسم سوم یا ریفلکس اینکو شما ملاحظه میفرمایید که ریفلکسی که بایستی تنظیم کنه فشار خون رو در مواقع خاص این میتونه تحت تاثیر قرار بگیره حالا یا وازو دپرسور هست یا کاردیو انهیبیتوری یا به صورت میکس این مکانیسم ها رو ما در اسلایدهای بعدی بیشتر با هم راجع صحبت میکنیم. اما مکانیسم اول یا نورالی میدییتد سینکوب میتونه به علت یک کاهش ضربان قلب برادیکاردی که پرسیستنت هست و دائمی شده یا ادامه هست دیده بشه میتونه به خاطر کاهش تون وازوموتور ایجاد بشه یا به هر دو علت معمولا هم این مکانیزم در افرادی که کمتر از 40 سال دارند شایتر هستش. نورالی مدیتد سینکوب معمولا به صورت راجعه خودش نشون میده و پیشاگهی بلند مدتش خوب هست. افراد جوان که با این مکانیزم دوچار سینکوب میشن قبل از اینکه دوچار سینکوب بشن معمولا یه نشانهایی در فاز پرودروم خودشون قبل از وقوع سینکوب دارن مثل تحوه تعریق و این به خصوص در افراد جوان بیشتر از افراد سال خورده هستش در واقع شایع ترین فرم نورالی میدییت سینکوب یک سینکوب وازوواگال هستش که معمولا به خاطر یک احساس درد یا یک احساس غم شدید یا پیجان شدید یا استراب شدید در فردی که مستعد هستش دیده میشه و همچنین ممکنه فرد حتی با دیدن خون در هنگام اینکه یه پروسیجوری داره انجام میشه دچار این واز و سینکوپ بشه اما سینکوپ بعدی که در مکانیسم نورالی میدییتد میشه قرارش بدیم سیچویشنال سینکوپ هستش که این تون واگال عصب واگ یا عصب پاراسمپاتیک هستش افزایش پیدا میکنه به دنبال یک سری وضعیت مثل مانور والسالوا مثل اینکه بعد از فعالیت ورزشی به خاطر مریض دچار سینکوب شده باشه یا به دنبال یه تحریک های گوارشی مثل بل یا عمل دف ممکن دچار سینکوب بشه بیمار که همه تحت عنوان سیچویشن ها سینکوب شناخته میشن و در این مکانیزم گنجانده میشن و اما کاروتید ساینوس سینکوب به خاطر فشاری هستش که روی سینوس کاراتید به هنگام چرخش سریع گردن و سر یا شیف کردن صورت اتفاق میفته در افرادی که مستعد هستند. نورالی میدییتد یا ریفلکس و پس به صورت خلاصه میتونیم بگیم یا واز و واگاله که به دنبال ترس در انجام یه سری پروسیجورها مثلا کشیدن خون یا گذاشتن کتتر برای گرفتن رگ یا به خاطر یه سری تحریکاتی که مشمعیت کننده هستش مثلا یه دفعه یه حجم خونی رو ببینه که توی اتاق عمل هستش یا مانور والسالوا یا نگه داشتن تنفس یا اصطلاحاً برس هولدینگ و ایستادن های طولانی اینا همه در کتگوری وازوواگال قرار می گیرن با این مکانیسم نورالی مدییتد یا ریفلکس در همین مکانیسم یا مکانیسم ریفلکس میتونه در وضعیت های خاص سینکوپ ایجاد بشه که اصطلاحاً سیچویشنال بهش گفته میشه به دنبال سرفه به دنبال ادرار کردن به دنبال تحریک گوارشی مثل بل یا دف بعد از فعالیت ورزشی و نهایتا تحریک سینوس کاراتید که در افرادی که حساس هست سینوس کاراتیدشون میتونه حتی به دنبال شیف کردن یا فشار در این ناحیه گردن دچار سینکوب بشن مکانیسم دومی که باعث سنکوپ میشه ارتوستاتیک هایپوتنشن میدییتد هست که تعریف ارتوستاتیک هایپوتنشن یا افت فشار با ایستادن این هستش که سیستولیک بلاد پرشر بیمار بیشتر از 20 میلیمتر جیوه به دنبال ایستادن افت کنه و یا بیمار به دنبال ایستادن از وضعیت سوپان یا خابیده دچار دیزینس و منگی بشه در واقع ارتوستاتیک هایپوتنشن به علت کاهش حجم خون یا اختلال در سیستم اوتونوم ایجاد میشه که تون سمپاتیکی که باستی واسکولار تون رو در تغییر وضعیت حفظ کنن این کپسیتی رو عدس میدن و این توانایی رو عدس میدن و منجر به این مسئله میشه ارتوستاتیزیس میتونه خودش به خودی خودش سینکوب بده یا اینکه علل دیگه ای همراهش باشه یعنی اینکه مریض ممکنه به خاطر یک ارتوستاتیک هایپوتنشن منجر به سینکوب بشه یا اینکه علت دیگه ای کنار این هم در بیمار وجود داشته که اون به سینکوب شده به این معنا که به هر کسی ارتوستاتیک هایپوتنشن داره و دچار سینکوب شده حتما علت سینکوپش این مکانیزم نیست بعد حواسمون باشه که مکانیزم های دیگه رو هم در بیمار بررسی کنه و اما شاید ترین فرم ارتوستاتیک هایپوتنشن که منجر به سینکوپ میشه ساید افکت های یا عوارض جانبی دارو هستش که میتونه مریض رو به این سینکوب دچار کنه پس به صورت خلاصه اگر بخوایم بگیم مکانیسم ارتوستاتیک هایپوتنشن مدیتیت که منجر به سینکوب میشه یا به علت والیوم دیپلیشن یا کاهش حجم مؤثر داخل عروق هستش که به دنبال تهوع استفراغ دیهیدریشن و اختلالات ساید افکت دارویی به خصوص داروهایی که میتونن فشار خون رو کاهش بدن مثل وازودیلاتورها و استفاده از دیورتیک یا اینکه بیمار دچار اصولا خونریزی شده باشه به هر علت یا غیر از اون والیوم دیپلشن مریض به علت سپسیس یا آنافیلاکسی که جزو شوکهای های دیستریبیوتیو هستش و حجم مؤثر داخل گردش خون کاهش بده کرده دچار سینکوپ بشه یا اینکه مکانیزم اتونومیک فیلیر وجود داشته باشه که حالا یا به صورت پرایمری هست مثل پارکینسون دیزیز یا سکندری هستش مثل دیابت و آمیلی دوز یا به علت استفاده از یه سری داروها مثل داروهای کاهنده فشار خون یا صدادیف ها و اما مکانیزم سوم کاردیاک هستش کاردیاک میتونه به علت کاهش یا غیر کارآمد بودن انقباز عضل قلب به دلیل انسدادی که در جریان خونش وجود داره مثل انسدادی که در محل دریچه آورت هست ایورتیک استنوسیس یا ایورتیک دایسکشن یا به خاطر پولمولاری امبولیزم در رایت right ونتریکول این انسداد ایجاد شده باشه و گردش خونی که از قلب داره با کان خارج میشه به اندازه کافی نباشه یا این کاردیوکسینکو میتونه به علت اختلالات ریتم قلب باشه که این اختلالات ریتم قلب یا دیس ریتمی منجر به کاهش کانترکشن ها یا انقباز ازوله میوکارد بشه و برونده قلبی رو کاهش بده در این مکانیسم یعنی در کاردیوکسینکو دیس ها شایع علت هستند و البته چلنجینگ هم هست چالشی هست چرا؟ چون ممکنه بیمار دوچار دیسریتمی شده و دوچار سینکوب شده وقتی به اورژانس میارن اون دیسریتمیه در نوار قلب دیده نش به صورت خلاصه پس میتونیم بگیم کاردیا کاز یا به علت دیسریتمیه که گفتیم شاید این علتشه که حالا این ها میتونه به خاطر برادی کاردی باشه که حالا برادی کاردیا در, در زمینه ساینوس نود دیسفانکشن باشه یا ایوی بلاک های های یا سیک سیندروم باشه یا این دیسریتمی به صورت تاک آریتمی باشه که مثل ونتریکوات تاک کاردی یا سوپرا ونتریکوات تاکیکاردی و تورسیات و اختلالات پیسمیکر در افرادی که آی سی دی و پیسمیکر دارن اینها هم میتونه به صورت پاتنشالی بیمار رو به سمت سینکوب ببره از طرفی در دیسریتمی ها یه سری اختلالات